در کشور نیاز به تحول داره. یک مشکل مزمنی نه فقط در خودروسازی، در برخی از بخش‌های کشور ما این مشکل رو داریم. کار باید بشه، تلاش بشه. سوال اینه که آیا در مشکل خودروسازی، یک، تعیین تکلیف این دو شرکت خودروساز چند درصد از سهام مربوط به دولت، آیا اقدام شده برای واگذاری این سهام یا نه، قیمت گذاری، پیگیری، خب اینا قابل گزارشگیری کارهایی است که انجام شده، یا تعیین تکلیف بسیاری از کسانی که شاهد بودن خودروهایی که در پارکینگا بود، اون هشت بندی که بنده در بازدید از شرکت خودروسازی اعلام کردم، مواردی که نسبت به این قضیه عمل شده یا نه. این هم نکته مهمه که خودرو به عنوان یک مسئله، این که ما وزیر رو فقط با خودرو مورد ارزیابی قرار بدیم، خب وزارت خونه جای مختلفی داره، صنعت داره، معدن داره، تجارت داره، صنایع هم یک بخشش خودروست. گستردگی صنایع در کشور این نکته مهمی است که حتما مورد دقت نمایندگان محترم در این رابطه حتما قرار خواهد گرفت. اینم عنایت کنید. اینم یک نکته که وضعیت خودرو در کشور هم کمن هم کیفن مورد تاکید هم شماست هم ماست در دولت. از ابتدای دولت وعده‌ام داده شده به مردم عزیز که باید عدد خودروی تولیدی افزایش پیدا کنه، کیفیتش هم برتر بشه. سخن در این است که در این مدت اون چه در کم و در کیف، یعنی هم کمن هم کیفن خودرو درش تحول شده، آیا به اون نقطه کمال رسیده؟ حتما نه. مشکلات داره؟ حتما آری. اما گام‌هایی که برداشته شده در جهت افزایش کمی خودرو و این که خودروهای بی‌کیفیت از گردون خارج بشن، خودروی با کیفیت بیاد در میدون، این اقدامات آغاز شده، گام‌هایی در این رابطه برداشته شده یا نه، این هم با گزارشی که آقای وزیر دادن، گزارشی که بخش‌های مختلفی در کشور دارن، حاکی از اینه که در این جهت گام‌های جدی برداشته شده، اما در میانه راهند. این که بگیم به نهایت رسیده نه، حتما در خودرو باید کار جدی صورت بگیره. اینم نقطه اتفاق بین ما و مجلسه. نقطه اتفاق دیگر بین ما و مجلس برخورد با مافیاست که در خودرو بر کسی پوشیده نیست. این هم حتما مورد